بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، سلام بر شما. سلام و صد سلام خدمت همه شما عزیزان در هر کجایی که هستید. انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. عصر شما بخیر. عصر زیبا، دلپذیر، سرد و برفی روز شنبه شما بخیر و نیکی باشه انشالله. و امیدوار هستم لحظاتی که سپری شده در کنار کانون گرم خانواده اتان بهترین لحظه، بهترین دقایقی باشه که سپری میکنید. و امیدوار هستم که تا پایان صحبت امروزی هم در کنار ما باشین و بیننده و همراه ما باشین. دوستان عزیز و ارجمند، به برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. خب دوستان عزیز ارجمند، چقدر خوب شد که دوباره این توفیق به دست آوردیم که در خدمت شما عزیزان باشیم در یک ساعت پیش رو و صحبت و گپ و گفتگوی باشه پیرامون جوانان عزیز، پیرامون زندگی ما. اما موضوع امروز ما موضوع نسبتاً دلچسبی میتونه باشه، اگرچه در رابطه با تلخی خیلی در صحبت‌های ما امروز ای واژه به کار گرفته میشه، اما بحث بسیار شیرین و دلچسبی هست و لازم هست همه ما در رابطه با این موضوع مطالبی را بدانیم، اطلاعاتی داشته باشیم. زندگی که سپری میشه گاهی اوقات به خاص ما نیست. شرایطی که سپری میشه ممکن هست دشواری‌ها و تلخی و سختی‌های خودش داشته باشه و همانند یک کابوس همیشه سراغ ما بیاید. دوستان عزیز، زندگی به همین تلخی و شیرینیش هست که سپری میشه، اما آدم موفق آدمی هست که از این تلخی ها و سختی های زندگی درس بگیره و به نحو احسن از اون تجربه استفاده کنه و بتونه توانایی هم داشته باشه که با مشکلات، با تجربیات تلخ زندگی خود به گونه‌ای کنار بیاد. نمیتونه همیشه ذهن خود درگیر این موضوع کنه که گذشته ما به خاطر این خطایی که انجام دادم، به خاطر این مشکل این گونه شد. به هر حال باید کاری کنه که این مسئله رو فراموش کنه یا کنار بگذاره و در حال زندگی کنه و به امید آینده بهتر همچنان کارهای خود تنظیم کنه و شروع کنه. پس امروز میخوایم در رابطه با این صحبت کنیم که ما چگونه میتونیم با گذشته تلخ و مشکلاتی که داریم کنار بیاییم و با اونو خداحافظی کنیم. خوشبختانه باز هم در کنار من آقای بارکزای عزیز هستند و خوب است که به اتفاق ایشان این صحبتها را برای شما عزیزان تقدیم کنیم. اگه موافق باشین که ایشان هم سلام علیکی داشته باشیم و انشالله با بحث امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای بارکزای عزیز، سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ممنون شما لطف کردین. حسر عزیزان به مسابه برف سفیدی که از آسمان میه و روزشان به مسابه واقعا که همو برگ های سبز فصل بهاری خوش باد و از خداوند متعال خانین مسر هستم که با همی سردی لباس گرم و لباس عافیت برتن داشته باشه. بله زنده و سلامت باشن، خیلی خوش آمدید. حال شما چطوره؟ ممنون شما، بد نیست، خدا را سپاسگزار هستیم. با گفته شما ها زندگی هست با فراز نشیب هاش، با هم حالت هاش زیبا هست و اینجا منظور ما این مسئله است که ما بتونیم از هر قسمت از این به نفع خود موضوع را تحت عنوان مسائل لذت جستجو کنیم. ممنون آقای بارکزای عزیز، سپاسگزار میکنم. یادآور شدم که زندگی ما سراسر تجربه است. گاهی اوقات این تجربیات تلخ است، گاهی اوقات هم لحظاتی رقم میخوره که شیرین و دلچسب است و حتی فکر کردن به اون لحظات برای ما میتونه خوشنود کننده باشه. خب در رابطه با تجربیات تلخ زندگی و حالا گذشته ای که در زندگی همه ما کم و بیش اتفاقی هست که ممکن هست اخم بر پیشانی ما شکل بگیره و در واقع زیبایی لبخند از ما دور کنه به خاطر اینکه فکر میکنیم به اون گذشته ای که چرا تلخ هست، فلسفه وجودیش شما در چه چیزی فکر میکنید؟ شما لطف کردین، سلامت باشین. انسان موجودی که زمان به دنیا میاد ذهنش به مسابقه لوح سفید که در حال که هیچ چیز را در خود نداره،
ولی انسان زمانی که بزرگ میشه با دنیای از اندوخته ها و بینش ها و دید و بازدید های هست که بالاخره نزد به هر مقطع زمانی بازی را حکایت می داشته باشه. یعنی فهم از این مسئله در این هست که انسان از تجربه به تجربه می رسه و اگر گویا در برنامه های زندگی این فراز و نشیب ها، این پایینی و بلندی ها، این دلربایی و ناپذیری ها به صورت مکمل هم نباشه، خب گویا دیگه تجربه به صورت مکمل تکمیل نمیشه و از برنامه زندگی هم چیز خبر نیست. برمیگردیم به موضوع فلسفی وجودی از این مسئله که خود خاطرات یا خود مفاهیم یا خود بعض حالتهایی که بر ما خیلی دلپذیر هست و هیچگاه فراموش ما نمیشه و همیشه با ما هست، شاید در بعض جاها ما را خیلی کمک کنه که به حالتهای پویایی سوق بده، اما در بعض جاها شاید ما را خیلی به مشکل مواجه بسازه که در حالتهای استایی سوق بده. انسان موجود هست که یک عمل متقابل داره. عمل متقابل ما انسان ها معمولا ارگانیسم و محیط است. ارگانیسم بدن ما از لحاظ کاراکترهای فیزیولوژیکی قسمت دوپامین وقتی که یک محرک یا یک رویداد یا یک برنامه بیرونی وارد آل انسان ها میشه، ما خیلی در تلاش از این مسئله هستیم که بهتر جلو بتیم، چون به خاطر که هر موضوع دو پهلو داره. یک مسئله موضوع خیلی ها دل ربا و دل عزیز و دل پذیر هست و طرف دیگه خیلی ها ناپذیر و خیلی ناخوشایند هست. زمانی که دوپامین در بدن فعال میشه، سروتونین نیمه فعال میسازه، اینجاها یک اس وابستگی رو برای انسان ها پیدا میکنه و این برای انسان ها نمایان میشه. ارگانیسم با محیط یکجا میشه، عمل متقابل رو به وجود میاره. زمانی که عمل متقابل در انسان ها به وجود آمد، انسان ها معمولا یکی با مسئله سازمان، یکی با مسئله سازگاری همیشه گام میگذاره. در مسئله سازمان ما همه چیزها را در دنیای ذهنی خود یا در دنیای آرمانی یا در دنیای تخیلی خود به صورت مکمل یکی پسر هم ردیف بندی میکنیم، فولدر بندی میکنیم، جا میتیم و ضبطش میکنیم با ما میباشه. همو در دنیای سازگاری خود گاهی که ما با یک پدیده روبرو میشیم، این دنیای سازمان درونی ما رو کمک میکنه که این داشته ها یکی پسر هم بیاید و ما از استفاده کنیم. در نیمی قسمت مسئله روانشناسان به این باور هستن که یکی از قانونمندی های ذهن هم همین موضوع است. به هر قدری که در برنامه های ذهن تمرین و تکرار بیشتر باشه، به اندازه مسئله به صورت مکمل در ذهن ذهنشین میشه و فراموش کردن موضوع خیلی در ذهن انسان هم نسبتا دشوار میشه، به خاطر که ما برای فراموشی مطلق هیچ چیزی را نداریم. هر آن چیزی را که انسان ها نگاه میکنن ضبط میشه، اما در بعض جاهایی که زمینه مساعد میشه تداعی میشه، پس دوباره به یاد انسان ها میاد. خب ما دو مسئله صحبت کردیم، مسئله سازمان، مسئله سازگاری. این مسئله سازمان و مسئله سازگاری در برنامه های زندگی زمینه را مساعد میسازه که ما دیگه توافق کنیم. ما در بسیار حالات توافق میکنیم، با خاطرات بد توافق میکنیم، با خاطرات خوب توافق میکنیم، با زمان حال توافق میکنیم، با زمان گذشته توافق میکنیم. ما برای پیشبرد از این مسئله گاهی اندوخته های پیشین ما را در حل مسئله کمک میکنه. خب میگیم تمایل ما در کار رفته، گاهی اندوخته های پیشین در حل مسئله ما را کمک کردن نمیتونه. میگیم تطابق در مورد مسئله در کار رفته. اینی استرکچر ظاهری در امر خاطرات یا در امر داشته های گذشته برای انسان ها است، ولی اینها برای ما اطمینان میکنه که انسان موجودی است که با گذشته، حال و آینده به صورت مکمل هم زندگی میکنه. ما به هیچ صورت هم نمیتونیم که گذشته را به صورت مکمل از انسان ها به دور بسازیم و بگیم شما با گذشته نباشید و هیچ وقتی کارم کردن نمیتونیم و بگویم شما در زمان حال نباشین، واسه این کارم کردن نمیتونیم که بگویم از آینده چیز خبر نیست. یه استرکچر با در نظر داشت زمان گذشته، حال و آینده زمینه را مساعد میسازه که انسان ها در پرتو چنین مسئله فعالیت های روزانه خود را تنظیم کنه و پیش بره. ممنون از شما آقای بارزای عزیز. چه اشاره به جایی داشتی که آدمی در ابتدا مغز و ذهنیتش یک لوح سفید و دست نخورده ای هست که با مرور زمان وقتی که دورانهای مختلفی رو سپری میکنن خاطراتی هم در این ذهن شکل میگیرن، چه خوشایند باشه چه ناخوشایند باشه. خواهیم بیشتر در رابطه با زمینه شکلگیری این خاطرات صحبت بفرمایید. شما لطف کردین، سلامت باشین. دوره های زندگی بسیار جالب هست. معمولا همیشه به این باور هستن که میگن سن و تقویمی یا سن اصلی انسان ها در برنامه های زندگی همو 20 سال اول هست. هدفشون از 20 سال اول به این معنی است که شما اگر 20 سال اول رو سپری کردین، فکر کنین که عمر رو به صورت مکمل شما ها نصف ساختین، به خاطر که دوران کودکی و دوران نوجوانی خاطرات بسیار شیرین در خود داره. همه موارد و همه رویدادهایی که در اونجا اتفاق افتیده به صورت مکمل سازنده است و برای انسان ها یک مکتب فلسفی یا یک مکتب بسیار بزرگ رو مجسم می‌سازه. اما زمانی که عمر انسان ها از مرز 20 رفت و اون طرف، واسه میگیم که عمر به صورت مکمل نصف شده، اگه اون طرفش 80 سال هم زندگی کنین، 60 سال هم زندگی کنین، باز به مساوی از این میمونه که در درنجاش به مراتب بهترتر است. یک مسئله در مورد موضوع این حکم میکنم. موضوع دومی که واقعا چرا در بعض حالات خاطرات در ذهن ما جاگزین میشه، ما به خاطرات خیلی ارزش میتیم یا بها میتیم، چند مسئله هست. موضوع اول، ما بسیاری اوقات به بعضی از موارد خیلی ها پروبال میتیم و پروبال دادنش به معنای ازی است که جز بخش از زندگی ما شده. وقتی جز بخش از زندگی ما شده، ما به صورت مکمل از دیگه به دور شده نمیتونیم. فکر میکنیم که داشته های زندگی همین بود و فکر میکنیم که دیگه فراتر چیزهای دیگه نیست، چون بدلی که از آینده ها غافل هستیم که به جای از این خیلی بدیل های دیگه هم به وجود میاد. یک موضوع این
مسئله هست. موضوع دومی که معمولا در برنامه های زندگی خاطرات خیلی در ذهن ما به اسطوره تبدیل میشه و به وابستگی تبدیل میشه و ما ازی به صورت مکمل میره فراموش کردن نمیتونیم، نقش اطرافیان هم در کار هست. اطرافیان بسیاری اوقات یک موضوع رو به صورت مکمل برای ما خیلی بزرگ جلوه میتن. زمانی که اطرافیان در اینجا نشسته هستن معمولا از گذشته ها به گونه یادآوری میکنن، میگه بنازم شماها در سالها چه جوانی خوبی داشتین، بنازم شما در سالها چه کارهای جالب را انجام میدین. واقعا خاطره شما خیلی خاطره است که اصلا فراموش نمیشه. وقتی که این تنین در ذهن انسان ها میاندازه، در بعض حالات انسان ها فکر میکنن که به صورت مکمل در گذشته باقی بونه، خاطر گذشته باقی بونه، از حال دیگه لذت برده نمیتونن. تحت عنوان تاثیر اطرافیان هست و مکملا این موضوع را خاطره میسازم. نکته سوم، بسیاری اوقات بعض وقتها یک مسئله یا یک موضوعی خورده که برای انسان ها پیدا میشه، ما میتونیم که یک موضوع خود را به یک اسطوره هم تبدیل کنیم، ولی ما میتونیم در برنامه زندگی یک اسطوره را بیاریم به موضوع خود تبدیل کنیم، به صورت مکمل هم نابودش بسازیم، به خاطر اینکه چند مراحل را در کار می داشته باشم. اولا مسائل زمانی که در برنامه زندگی ما با این برخورد میکنیم، این را تحت عنوان یک موضوع شاخ قرمز جلوه میتیم. خب شاخ قرمز به معنای هزی است که دیگه شاخ قرمز تفاوت های خود را به صورت مکمل هم داره. گویا این کار را که من انجام دادم، این برنامه را که من انجام دادم، نظیر از این برنامه هیچ نیست. این شاخ قرمز زمانی که به سطح پختگی خود رسید یا زمان خود را طی کرد، باز اینجا تبدیل میشه به سگ تازی. زمانی که به سگ تازی تبدیل شد، خود یک برای شخص، یک برای زندگی ویژگی خاص را در عرصه نماد برای خود پیدا میکنه. وقتی که از سگ تازی رفت در شخصیت دوقلو، شخصیت های دوقلو باز دیگه همیشه موضوع را با وجودی که خیلی ها دلناپذیر هست، ولی دلپذیر برای ما جلوهش میده. این مسئله هم در کار است. این سه مورد بسیار اساسی است که واقعا در برنامه های زندگی ما میتونیم که یک موضوع برای ما به خاطر هم تبدیل شه. حالا ازم فراموش نکنه که ما معمولا در مورد خاطره ها صحبت میکنیم و در مورد گذشته ها صحبت میکنیم. کدام گذشته ها واقعا برای جوانان خیلی ها جالب تر از در حالی که گذشته ها در کودکان باید زود فراموش شود، در جوانان هم خیلی زود فراموش شود، ولی در سالمندان نسبتا باید دیرتر فراموش شود، به خاطر که یک عمر از این طرف آمدن در اونجاها رسن. ولی متاسفانه جوانان ما در مورد مسئله گیر میمونن. در چند بستر خاطره جوانان بر خود میسازن. یک موضوع محیط مکتب هست. بله. معمولا در محیط مکتب زمانی که صف 12 میشن، با صف 12 خیلی برای عزیز دوست داشتنی میشه. اکثرا جوانایی که در آستانه فراغت سالهای 12 هستن در مکتب، بعض افسردگی ها تجربه میکنن. علت افسردگی از یا به معنای عزیز است که از استاد خود جدا میشم، از محیط مکتب جدا میشم، از دوستا جدا میشم، شاید این محیط مکتب دیگه برام پیدا نشه. اما غافل از این مسئله است که محیط دیگه بهتر انتظارش میکشه، ولی متاسفانه به اون مثلا پی نبرده. از مکتب میره داخل فازهای برنامه‌های کنکور میشه. داخل فازهای برنامه‌های کنکور شد، در عرصه‌های کنکور نمیتونه به موفقیت‌های کلی هم برسه. داشتهای کنکور خودش برش یک استوره میشه. زمانی که استوره شد در برنامه‌های زندگی خیلیش برش نگران کننده است. واقعا زمانی که بیادش میه خیلی آزارش میده. چرا؟ به خاطر که به موفقیت نرسیدم. هم غافل از این مسئله است که اگر او طرف موضوع یک تلاش دیگر در کار بردم، شاید که ازم کده برنامه‌ای بهتر هم داشته باشم. بعد از زمینه‌های کنکور نوبت محیط دانشگاه میرسن. اکثرا جوانایی که در محیط دانشگاه هستن، بنا بر محرومیت های عاطفی در کانون خانواده هست، واقعا از محیط دانشگاه خیلی حال لذت میبرن. سال آخر دانشگاه اکثرا دانشجوها که مورد مطالق قرار بدیم کاندید افسرده هستن، به خاطر که اینا به صورت مکمل از محیط هم جدا میشن. این نکته سه و مسئله بود. حالا به اساس از این گروه همسالان هست، به اساس از این مسئله محیط کاری است، به اساس از این مسئله خاطرات جنس مخالف است، به خاطر از این مسئله داشته های کرکتر های محیط بیرونی است. اینی بستر هاست که در این بستر ها جوان ها برای خود اسطوره و خاطره میسازن و گاهی در این خاطره ها به گونه گیر میمونن که به صورت مکمل در زندگی استاد میشن. ولی ما میگیم نه عزیزان، زمانی که در این جاها که براتون خاطره یا اسطوره تبدیل میکنین، در این اسطوره شما گیر نمانین، بلکه استاد نشین، از این اسطوره برین به سمت پویایی و صورت مکمل هم در گام های حرکت باشین. ممنون از شما آقای بارگزایی، سپاسگزار میکنم. مایل هستم که بیشتر در رابطه با آسیب هایی که تجربیات و گذشته تلخ برای ما به بار بیاره صحبت کنیم. قبل از او ما به وفور میبینیم افرادی را در جامعه که وقتی یک گذشته تلخ یادآور میشن یا یک اتفاقی افتاده که برایشون ناخوشایند هست، خود سرزنش میکنن و نمیتونن به شکلی با این گذشته خود کنار بیان. سوال من از شما ایسه که آیا ما مسئول اتفاقات تلخ زندگی خود هستیم یا خیر؟ شما لطف کرده. در برنامه‌های زندگی مسئول همه کارها خود ما هستیم، به دلیلی که به صورت مکمل مسئولیت پذیر خود را در عرصه‌های زندگی می‌دانیم. اما ما زمانی که اگر به گذشته‌ها گیر بانیم و به صورت مکمل ایره تحت عنوان خاطرات تلخ بسازیم، خود خاطرات تلخ در زندگی آسیب‌های خود را داره و می‌بینیم که آسیب‌هاش در کجاها تجربه می‌کنیم. قبل از اینکه من بالای شماره‌های آسیب صحبت کنم، یک مقوله را برای عزیزان هم حال میگم هم در آخر بهشون اشاره می‌کنم.
میگم دل بکن تا جان نکنی، این قانون زندگی است. اگر یک مسئله دل کندی دیگه جان نمیکنی، اما اگر موضوع به صورت مکمل دل نکندی ناگزیر هستی که جان بکنی و زحمات بیشتر هم متقبل شوی. نکته اول، زمانی که جوانان به گذشته خود همیشه گیر ماندن یا بند ماندن از گذشته به صورت مکمل هم فراموش نشده یا دور نشدن، به معنای ازی هست که دیگه زمان حال رو اینو تجربه کردن نمیتونن و همه چیزها متعلق به زمان گذشته است. چیزی که متعلق به زمان گذشته باشه همیشه برای انسان ها افسوس بار میاره و ما چرا زمانی که به گذشته خود همیشه آویزان باشیم، افسوس هم در کار هست بلد. که من در اون زمان اگر اینی کارها رو انجام میدادم شاید این شکست مکمل رو در خود نمیداشتم. افسوس در برنامه زندگی به مساوی موریانه است، میاد در ذهن، وقتی در ذهن داخل شد ما را نابود میسازه. میگم عزیزان به گذشته ها گیر نمانین، به خاطر گذشته ها افسوس رو در قبول داره و افسوس در ذات خودش یک ناامیدگی است. وقتی ناامیدگی به طرف شما شما کار کردن نمیتونید. نکته اول مسئله است. نکته دوم، اعتماد به نفس مسئله خیلی ها خوب است. انسان های خیلی از اعتماد به نفس قوی برخوردار هستند که گذشته ها را به صفت یک مکتب، به صفت یک تجربه، به صفت یک اصول سپری کردن. گذشته گذشته است، اما در آینده ها خوب گام میگذارن. اونایی که همیشه در گذشته های خود گیر ماندن یا آویزان هستند، گرفتار هستند، به معنای ازی است که دیگه اعتماد به نفس را از دست دادن. وقتی اعتماد به نفس از دادن در شرایط امروزی اینا فعالیت کردن نمیتونن. به مسابقه زی میمونه که ما از یک حریف خود شکست خوردیم. وقتی که از یک حریف شکست خوردیم همیشه شکست در ذهن ما مجسم است و آینده ما با شکست مواجه میشه. نکته دو مسئله است. نکته سوم، برمیگردیم به موضوع اندیشیدن. اگر ما همیشه در همر مطالب گذشته به گذشته ها گیر بونیم، اندیشه ما مانع اندیشیدن ما میشه. چرا؟ خود در ذهن تو خاطرات است. وقتی در ذهن تو خاطرات است دیگه برای ذهن فرصت نمیتک نسبت به مسائل اساسی امروزی بیاندیشه. پس اندیشه ما مانع اندیشیدن ما میشه. نکات زیاد است، اگر فرصت است ادامه بدم و اگر فرصت نسبتا به پایان رسیده که در دقایق بعدی با صحبت کنم. ممنون شما آقای باریزای عزیز، سپاسگزار میکنم. بله اگه موافق باشین که میام برنامه کوتاهی را ببینیم، انشالله شما هم آبتان یا چای میل کنین و انشالله بخش دوم بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. دوستان عزیز ارجمند، ممنون از اینکه شما همراه ما هستی. صحبت ها همچنان ادامه داره در بخش دوم. اکنون شاهد میان برنامه ای باشیم و برگردیم. خب عزیزان، در رابطه با تعدادی از خاطرات و اتفاقاتی صحبت کردیم که ممکن هست برای بعضی ها زجرآور و تلخ باشه و لازم هست که افراد با این اتفاقات و تجربیات تلخ زندگی کنار بیاید. اگر نادیده بگیریم یا اگر غفلت کنیم قطعا میتونه آسیبی بر روح و روان ما وارد کنه. انشاءالله در ادامه در رابطه با این صحبت میکنیم که چگونه میتونیم با این تجربیات و گذشته تلخ خود کنار بریم، ولی فعلا چند مورد دیگه به آسیب هایی که میتونه این تجربیات تلخ و گذشته تلخ بر جای بگذاره اشاره ای داشته باشیم و انشاءالله در ادامه همراه ما باشید. آقای باریزای در خدمت شما هستیم. داشتیم در رابطه با آسیب هایی که این گذشته و اتفاقات ناگوار بر جای میگذاره صحبت میکنیم. سلامت باشیم جناب آقای حسینی. ما تا سه شماره صحبت کرده بودیم، در شماره چهارم به این موضوع برمیگردیم. افسردگی را معمولا بیماری قرن میشناسند و در شرایط امروز افسردگی یک موضوع عام است و گویا همگی را شکار خود ساخته. و افسردگی همیشه در کمین از مسئله است که شرایط ها ایجاد شود با نظر داشت شرایط به طرف انسان ها همو سیاهی است که فعالیت انسان ها را میگیره. یک موضوعی که جوانان اگر به گذشته خود خیلی گیر میمانند و گذشته را به صورت مکمل فراموش کرده نمیتونند، بدون چون چرا ارگانیسم زمانی که مقاومت خود را در برابر مسئله از دست داد کاندید افسرده هستند و در حالت افسردگی زندگی را به صورت مکمل اونگونه که تجربه نمیشه، به صورت مکمل برعکس تجربه میشه و خیلی خوشایند برای انسان ها نیست. نکته ششم، ما زمانی که به خاطرات گذشته خیلی وابسته میشیم یا گیر میمانیم، خب زمینه وابستگی به بعضی بدیل های دیگه مساعد میشه. بعضی کسا هستن که به مواد مخدر رو میبرن و ما زمانی که شون سوال میکنیم که علت مواد مخدر شما در چی است، خب میگم من یک گذشته بسیار تلخ داشتم، این مواد مخدر استفاده کردم، برای من یک آرامش داد و این آرامش باعث از این موضوع شد که من گویا این مساله را تکرار کنم. حالا تکرار کردم در واقع برای فرار از یک موضوع به موضوع دیگه پناه بردن، بدون شک به خاطر فرار از مساله به موضوع دیگه پناه بردن. اینجاها یک بسیار مناسب کشنده است که فرد را دچار مشکل هم ساخت و خیلی ناراحت کننده هم هست. این مسئله هست. یک موضوع یا یک آسیبهایش در همراه مطالب برنامه های زندگی هست که معمولا فعالیت ها هست. ما اگر در گذشته خود خیلی گیر میمونیم و از گذشته به صورت مکمل فراموش کرده نمیتونیم، در فعالیت های زمان امروز خوب گام گذشته نمیتونیم و خیلی هم موفق نیستیم، به خاطر برنامه ریزی را از بین میبره.
کارکردهای تفکرات را به صورت مکمل از بین میبره، در عرصه های روابط مشکلات برای ما ایجاد میکنه، در عزت نفس مشکلات ایجاد میکنه و ده ها قسم مشکلات دیگر برای ما بار بره. اینا از جمله آسیب های از این مسئله هست که ما اگر هر موضوع را به یک اسطوره تبدیل کردیم و این خیلی بزرگ جلوه دادیم و موضوع به صورت مکمل انگیر ماندیم، این آسیب ها را تجربه میکنیم. یک آسیب دیگه که بسیار زیبا است که معمولا در این اواخر این در وجود جوانان نگاه میکنم، بعضی از نشانه ها یا نمات هایی در وجود جوانان نگاه میکنم در قالب خالکوبی ها. خالکوبی ها معمولا در دست ها است و در بازوان از در شانه هاست. اگر از اونها سوال کنیم کلیت مسئله در چی است، میگم ما با یک خالکوبی به صورت مکمل هم یک زندگی گذشته دارم که همه داشتهایم به میگیری خورده و فقط برای من چیزی که باقی مونده همین موضوع خالکوبی است، از این فراتر چیزی هم بوده نمیتونه. خب اینا موارد هستن که دیگه گویا شخصیت ما را به گونه تجلی داد که شخصیت ما یک شخصیت متفاوت را برای خود پیدا کرد. وقتی پیدا کرد باز اطرافیان در اینجا خیلی قضاوت کننده خوبی هستن، نگاه میکنن وقتی که نگاه کردن این موضوع باز خیلی خوشایند بوده نمیتونه. پس برای عزیزان باز بر بار دوم مسئله تکرار میکنم، دل بکن تا جان کنی، همه چیز را با اسطوره تبدیل نکن، بلکه زندگی در هر مرحله خود زیبایی های خاص رو خود را داره، ولی متاسفانه به شرطی که شما انتظار موضوع را با صبر خوب بکشین بالاخره نزد به طرف شما آمدنی است. ممنون از شما. یعنی فکر میکنم که مشکل خیلی از ما افغان هایی است که بله. در گذشته زندگی میکنیم. بدون شک حالا اتفاقاتی که در گذشته افتاده جزی از زندگی واقعی ما شده و قرارم نیست که اونا رو رها کنیم و یک پیوند ناگسستنی میان ما و گذشته ما است، در حالی که به اشاره شما باید در حال زندگی کنیم و بیشتر پلان برنامه های آینده خود داشته باشیم که یک انسان موفق باشیم. جناب آقای حسینی، قبل از اینکه شما سوال کنیم میفهم سوال هم دارین، نکته بسیار خوب رو شما اشاره کردین که فراموش ما نشه وارد این مسئله هست. ما واقعا چرا ما افغان ها در گذشته خیلی زندگی میکنیم؟ چند مسئله هست. یک، کانون خانواده است. در کانون خانواده برنامه ها اگر به گونه تنظیم شد که لذت بخش باشه ما از لذت ها خوب مستفید میشیم. اگر برنامه ها به گونه تنظیم شد که خود فضای خانواده به گذشته همیشه بها داد و پدر نشست از گذشته خود یاد کرد، مادر نشست از گذشته خود یاد کرد و همه چیز در گذشته خوب بود، انسان هم در گذشته خیلی خوب بود و همیشه این گونه صحبت میشه، در حال که حال مورد بس نیست. میریم در محیط مکتب، محیط مکتب هم جلو محیط است که معمولا اینا هم به گذشته خیلی وابسته هستن. میگه از شاگردای امروز که شاگردای گذشته به مراتب بهترتر بودن، هم از لحاظ صد سواد، هم از لحاظ برنامه‌های احترام و از دعا موردگی. اگر میایم در جامعه، جامعه امروز به این مسئله خیلی نگاه میکنه، ارزش میده، بها میدن، گذشته ها رو خیلی میگه بهترتر از مسئله امروز بود. آخر این مسئله یک گفتمان مسلط در جامعه شده، زمانی که گفتمان مسئله در جامعه شده این خود به خود یک قاعده تربیتیش در زمینه را مساعد کرد که همه برای به گذشته و از گذشته به صورت مکمل هم لذت بره. واقعا یکی از آسیباش همین موضوع است که شما اشاره کردین. بسیار خب، ممنون. ما در مواجهه با اجتماع خود حالا از دو حالت بیرون رسیم، یا بله. رفتارهایی است که در خود ما و اعضای خانواده ما خلاص هم شه، یا فراتر از اون در اجتماع به نحوی که با سایر دوستان خود، عزیزان، بله. کسایی که در شما در محیط کار هستن، محیط آموزشی هستن، یک رفت و آمد، یک گفتگوی، صحبت و برخواستی بله. هست و همین عوامل است در دنیای پیرامون ما که دست به دست همدیگه میده و یک خاطره شکل میگیره. بله. به زبان ساده تر اگه بخوایم بیان کنیم آقای باریزی، اصل به وجود آمدن یک خاطره چگونه میتونه باشه؟ شما سلامت باشید. خاطره ها در برنامه‌های زندگی میگیم یک بخش زندگی هست و خاطرات باید هم باشه، چون به خاطر که ما به نام فراموشی چیزی را نداریم. اگر قرار باشه که با هر زمان گام گذاشتیم و همه چیزها را دلیت نکردیم و زمان روز لذت نبردیم، این خیلی خوب بود، اما در حالی که ساختمان وجود ما ایره حکم نمیکنه، این مثلا بوده نمیتونه. حالا واقعا در برنامه‌های زندگی بعضی چیزها میان خاطره میشن، بعضی چیزها میان برای انسان ها خیلی نقطه قوت میشن، بعضی چیزها از خاطره ها میان نقطه ضعف میشن. اینش خیلی بد هست. پیرامون همین موضوع صحبت میکنیم، خاطره ها واقعا در کجا خاطره میشه، در کجا نقطه قوت میشه، در کجا به نقطه ضعف هم تبدیل میشه. معمولا یک موضوعی که به خاطره تبدیل میشه، ما برای از این مسئله انرژی، پر، بال، ایدئولوژیک، مفکوره، یک موقعیت هستی میتیم. برای هر پدیده که به صورت مکمل ما انرژی بتیم، موقعیت هستی بتیم، این خود به خود میاد در خاطره ها به صورت مکمل هم تبدیل میشه. ولو که اگر یک باد خیلی کوچک هم وزیده باشه، با وجودی که هیچ تخریبی در قبال خود نداشته باشه، ما اینمی باد رو به صفت یک نماد بین در کانون خانواده به گونه جسازی کنیم که برای پر و بال و انرژی به صورت مکمل هم بتیم و یک بخش از زندگی بسازیم، این به صورت مکمل هم خاطره شد. حالا این باد در برنامه‌های زندگی اگر بیای برای ما خیلی سازنده تمام شه و واقعا برای ما مسرت بخش باشه، خب مسرت بخشش به معنای ازی است که یک فصل سال است آمده
آمدنی است. بالاخره میایه بخوایم نخوایم تغییرات رو در قبال خدا را هر ما که در بعضی جاها خیلی سازنده بر ما سازنده تمام نشه کشنده تمام شه. خوبی بادو باده است که یک نامی ما را با خود برده، ای بادو باده است که لباس ما را به سر تنها با خود برده، و ای بادو باده است که معمولا آمده داخل اتاق بعضی خرابی ها را در قبال خود هم داشته. این به صورت مکمل ما آوردیم به این مثلا تبدیلش کردیم. من میگم عزیزان شما در برنامه زندگی هر اون چیزی که برای شما اتفاق میفته شما سعی کنید به مساوی یک رویداد برخورد کنید، ولی متاسفانه ما همه چیز رو به مساوی یک رویداد برخورد نمی کنیم، همه چیز رو به مساوی برخورد میکنیم. یا برمیگردانیم به موضوع تقدیرات که جز تقدیر برنامه زندگی بود، یا به این مسئله برمیگردانیم که ما سزاوار از این مسئله بودیم، یا با این موضوع برمیگشتیم که گویا به طرف ما آمده و دیگه فراموش مشتا نمیتونه. پس به خاطر اینکه یک مسئله به خاطر تبدیل میشه، خاطر تبدیل شدن شمو است که ما برای یک مسئله جان میتیم، برای یک مسئله روح میتیم، برای یک مسئله به صورت مکمل جسم میتیم، کتله میتیم. وقتی که نیم اوتر برای یک مسئله دادیم، مسئله خود به خود می به خاطر تبدیل میشه و جزء برنامه زندگی میشه. ممنون آقای برزای عزیز. یک نکته دیگه که ممکن هست برای خیلی از بینندگان عزیز ما همانند یک تجربه عینی باشه این هست که گاهی اوقات حالا در زندگی ما یا در این اتفاقاتی که افتاده دیگران هم دخیل هستن یا نمیگذارن که ما این مسئله رو فراموش کنیم. مثلا ما در امتحان کنکور به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نکردیم، یا مثلا در یک رابطه عاطفی شکست خوردیم، نامزد خود از دست دادیم، در یک مثلا رابطه کاری ممکن است ضرری به نفع ما تمام شده باشه، آسیبی به ما رسیده باشه و دیگران هم در این قضایا دخیل شدن. پس در اینجا تکلیف چی آقای بایگزه؟ شما سلامت باشین. معمولا ما زمانی که یک موضوع رو شروع کردیم که به خاطر به صورت مکمل به صفت خاطره تبدیل میشه، بها دادن و ارزش گذاری برای بعضی از مسائل در برنامه زندگی خود به خود زمینه را برای ساختن یک صوره هم برای ما مساعد میسازه. نمونه ساده شه این گونه به مورد بس قرار میتیم که اگر ما یک تکلیف خیلی خرد ریزی داشته باشیم که اصلا تکلیف نگران کننده نیست، ولی ما باز هم به خاطر از اینکه بتونیم آرامش ذهنی داشته باشیم از تبلت استفاده میکنیم. تبلت استفاده کردن به معنی عزیز که ما به درد خود خیلی ارزش گذاری کردیم، وقتی به درد خود خیلی ارزش گذاری کردیم هی ارزش گذاری با چیز مساله شد درد ما هم بزرگ شوه. امروز ما هم واقعا در برنامه زندگی یک موضوع خیلی خرد رو خیلی بزرگ جلوه میتیم، زمانی که خیلی بزرگ جلوه دادیم این واقعا دیگه جزء ارزش گذاشتن میشه که ما به صورت مکمل فراموش نکنیم. از مسئله یک تابلو نقاشی میکنیم، این تابلو رو در یک جای گذاشتیم که باید هفته یک بار یا هر روز به صورت مکمل هم نگاه کنیم. این رو ربط دادیم با قضایای دیگه زندگی، زمانی که به صورت مکمل هم برمیخوریم و روبرو میشیم با فکر میکنیم که این در برگرنده یادآوری اینی مسئله است که به صورت مکمل فراموش نشه، یا به صورت خود میایم در قالب برنامه‌هایی که در بدن خود خالکوبی ها داشته باشیم، یا در قالب سیگار استفاده کردن، یا در موارد دیگه. اینو به معنای ازی است که ما برای یک موضوع خیلی خرد که اصلا هیچ مورد بس نبود خیلی ارزش گذاری کردیم. این ارزش گذاری زمینه را مساعد کرد که موضوع به بزرگی هم تبدیل شه. نکته دوم، اطرافیان در مورد مثلا نقش بسیار بس ازای خود را داره. چرا اطرافیان بسیار اوقات فکر میکنه که ما برای طرف مقابل کار کنیم که مشکل ازی را حل کنیم، اما در حالی که ما نزد مثلا آگاهی نداریم مشکل ازی را حل کردن نمیتونیم، بلکه مشکل ازی را به صورت مکمل هم بیشترتر میسازیم. به طور مثال در امتحان کنکور شکست خوردم، من برش میگم که خب در امتحان کنکور شکست خوردی، خیر نگران نباش، بالاخره امتحان دیگه به طرف خودت آمده نیست، سال دیگه دوباره امتحان تمیتی، ولی اگر این سال میرفتی چانس بسیار به مراتب بالاتر بود. خب این موضوع از یک طرف ما میایم نقطه قوت رو مطرح میکنیم، از دیگه طرف دیگه نقطه ضعف رو مطرح میکنیم. در لابلای این مسئله بنده خدا رو هم گیر میبونیم، بله در مورد مسئله هم خود ما هم اطرافیان ما نقش داره که یک رویداد بسیار ناچیز رو پیش پا افتاده رو بزرگ جلوه بتن و در برنامه زندگی جز از خاطرات زندگی شوه. ممنون دارم. کم کم با این صحبت ها یا پرسش هایی که دارم راه حل ها رو داریم عنوان میکنیم برای بینندگان. از یک پرسش دیگر مهم باقی مانده، انشالله بعد از دیدن میان برنامه به او میپردازیم، بعد بیشتر در رابطه با راهکار صحبت میکنیم. دوستان عزیز ارجمند خیلی کوتاه میان برنامه ای رو ببینید و انشالله بخش سوم برنامه رو فراموش نکنید. اصلا پرسش ما از شما عزیزانی است، وقتی اتفاق تلخ و گذشته تلخی در زندگی شما وجود داره، خود شما چی کار میکنید تا ای که از شر تمام ای اتفاقات بد زندگی، از شر ای مشکلات فرار کنید یا ای که خلاص شوید؟ میان برنامه رو ببینیم و انشالله برگردیم به ادامه صحبت. بعد از دیدن گزارشی در رابطه با اینکه هموطنان عزیز ما در پیوند با تجربیات تلخ چه نظریه و عقیده‌ای داشتن، دوباره خوش آمدید میگم به همه شما عزیزان. بخش سوم برنامه است و همچنان به اتفاق آقای بارکزای
صحبت ها رو ادامه میتونم. آقای بارزای عزیز، ممنون از صحبت های شما. سلامت باشید. سپاسگزاری میکنم. خوش میگم. یک نکته دیگر لازم میدارم بیان کنم آقای بارزای عزیز. گاهی اوقات اتفاقی میفته در زندگی کسی که همانند یک کابوس و بختک لحظه ای از پیش چشمش کنار نمیره. من خیلی از بینندگان عزیز و شما عذر میخوایم که این مثال بیان میکنم، ولی چاره ای نیست جز اینکه واقعیت‌های جامعه بیان شود و برای از روی یک راهکاری هم برای بینندگان عزیز ما ارائه شود. فرض بر این بگیریم که کسی تحت تأثیر یا قربانی خشونت‌های جنسی قرار گرفته و این موضوع لحظه ذهنش آرام و قرار نمیمانه و مشکلات و مشکلات روحی و روانی بیش از حدی را برای از او فرد شکل داده. چه کار باید کرد؟ کسی که نظیر چنین مشکلاتی را در زندگی خود تجربه کرده و واقعا الان به شکلی در تنگنا قرار گرفته و منزوی شده، چه کار باید بکنه به نظر شما؟ شما لطف کردین. معمولا گذشته ها در برنامه زندگی یک موضوعی هست که میام به صورت مکمل بارزش ها گیری میخوره. زمانی که بارزش ها گیری خورد دیگه آسیب های زیر به صورت مکمل انسان ها بیشتر تجربه میکنه و بعضی از گذشته ها یا خاطرات هست که بارزش ها سر سازگاری حاصل میکنه، اما در بعضی جاها ارزش ها زیادی رو تعدید نمیکنه و خیلی نگران کننده نیست. یعنی به دو بخشی تقسیم کردیم، یکی شاوردیم گراف شه از 0 تا به 40 درجه، این زیاد نگران کننده نیست برای از راه های حل معمولی است که ان شاء الله صحبت میکنیم فرصت داریم اونا مشکلات رو حل میکنن. و یکم مشکلات یا خاطرات هست که گراف ازی از 0 تا 100 درجه، وقتی که تا 100 درجه آمد با یک راهکار امروز مشکل از مساله رو حل کرده نمیتونیم. این نیازمند موضوع مشاوره هست که باید جلسات دوامدار نسبت به مساله داشته باشه و بالاخره به یک قسمت میرسه که موضوع رو به صورت مکمل قناعت کنه، چون زمان ما رو چیزهای آزار میده که ما هنوز قناعت نکردیم. وقتی زمانی که قناعت کردیم و جواب سوال خود را گرفتیم، باز امیدیم که یک موضوع خیلی با ارزش نیست، یک موضوع نسبتا خرد و ریزی است، پیش پا افتاده است، باز به صورت مکمل فراموش میکنیم. ولی این همین منطق با یک جلسه خیلی دشوارتر است، چندین جلسه در قبال خود یا در کار خود می داشته باشن. حالا ببینیم سر راهکارهای مسئله که در برنامه زندگی واقعا اگر ما با چنین رویدادهای روبرو شدیم چی کارها را باید از روی دست بگیریم تا مشکلات ما حل شون. یک نکته که خیلی جالب تر هست، میگن زمان حل مسئله هست. واقعا خیلی زیبا است. اگر زمان حل مسئله نمی بود، ما امروز شاید که در بعض حالات خیلی چیزها را اتفاق میافتاد و خیلی چیزها را از دست میدادیم و انسان ها شاید سکته های خیلی زیاد را تجربه میکردن. اما بازم زمان حل مسئله است به این معنا که اگر هر ناملایمات زندگی به طرف انسان آمد، زمان گذشتنی است. زمان گذشتنی است، این خود به خود یک دارو، یک درمان برای ملهم یا در زخم انسان ها است که مشکلات ما را حل میکنن، که به این مسئله خیلی ها به امید. نکته دوم، معمولا در برنامه های زندگی ارگاهی که ما با یک موقعیت دلناپذیر روبرو شدیم، خیلی بر ما آزاردهنده است، دلپذیر نیست، ما چی کار میکنیم؟ خود مسئله را به صورت مکمل فراموش کرده نمیتونیم. و چرا؟ به خاطر اگر به خود مسئله خیلی ارزش بدیم و خود موضوع رو بخوایم فراموش کنیم، به این معنی است که ما به مسئله به صورت مکمل ارزش گذاری کردیم. این بیشتر به یاد ما کس را دوست داشتیم، میگم از این بعد تصمیم گرفتم دیگه دوستش نداشته باشم. همین خودش تقویت کردن ذهن است، که یعنی به این معنی که باز دوباره یادش کو ما در کنکور شکست خوردیم، میگم از این بعد نمیخوام دیگه موضوع رو به یاد خود بیارم. خودم میگم نخواستم به یاد خود بیارم، می خودش یک نکته تقویت کننده است که به صورت مکمل در ذهن ما دوباره هم مجسم میشه. و می اساس هر اتفاقاتی که در برنامه زندگی افتیده، اگر ما گفتیم با خود آگاهانه دیگه ما تلاش میکنیم که در ذهن خود نیارم، من میگفتم تلاش نمیکنم در ذهن خود نیارم، خودش تقویت دادن به مسئله هست. خب پس به خاطر دور کردن موضوع اصلا نیاز نیست که موضوع رو دور بسازیم، چون هر گاهی که انسان ها عمو موضوع از خود دور میسازن، دارای یک سلسله رفتارهای دیگه میشن که رفتارها رو خودشون آگاهی ندارن، اما خیلی رفتارهای متفاوت رو از خود نشان میدن. اینجاها وسواس های ایجاد میشه، اینجاها افسردگی ها ایجاد میشه، اینجاها بعضی از مشکلات و اختلالات روانی به گونه‌ای ایجاد میشه که دیگر رفتارهای ما در گرو خود داره. پس ما به خاطر دور کردن از این مثلا سه موضوع است که این سه تا رو به صورت مکمل در نظر میگیریم. یک، ظاهر مسئله رو در نظر میگیریم. دو، محیط مسئله رو در نظر میگیریم. سه، مناسک مسئله رو در نظر میگیریم. با نظر داشت این سه مورد ما یک مشکل رو حل کرده میتونیم. در قسمت ظاهر مسئله میگیم که ظاهر مسئله برای ما خیلی جالب تر و جلوه هم خوبتر جمع جلوه میکنه. ظاهر مسئله همیشه در برگرنده بعضی از حالت ها هست. ظاهر مسئله یا در برگرنده یک تصویر است، یا در برگرنده یک رنگ است، یا در برگرنده یک موقعیت است، یا در برگرنده یک فضا است، یا در برگرنده یک آهنگ است، یا در برگرنده یک مسئله دیگه است. ما ظاهر موضوع رو به صورت مکمل هم چنج میکنیم. به خاطر زمانی که ظاهر مسئله رو چنج کردیم،
از موضوع به صورت مکمل ما هم بدور میشیم. مثلا از اینکه ما در کنکور شکست خوردیم، رشته یک انتخاب کردیم، توانایی ذهن ما نیست آی کی وشیم و ایجاب نمیکنه که ما در به صورت مکمل موفق شیم، ولی ما ظاهر مسئله چی نمیکنیم، همیشه با اونمو مارکر، همیشه با همو قلم، همیشه با همو تخته، همیشه با همو کتاب، همیشه با همو کتابچه به طرف مثلا گام میگذاریم. میگم عزیزان شما به خاطر درست ساختن مسئله ظاهر موضوع را تغییر بدید، این خیلی مهم تر است. نکته دو محیط مسئله است. محیط موضوع هم مسئله خیلی جالب در برنامه های زندگی. اگر ما محیط یک مسئله را تغییر ندهیم، خود به خود خود موضوع باعث تداعی مسئله میشه. تداعی مسئله به معنای ازی است که ما یک اتفاق بسیار ناگوار بر ما در یک اتاق افتیده. وقتی که در اتاق افتیده، این اتاق همش بر ما حرف میزنه، هم این اتاق بر ما حرف میزنه، هم پرده اتاق بر ما حرف میزنه، هم سقف اتاق بر ما حرف میزنه، هم مسائل دیگه در اینجا بر ما حرف میزنه. خب ما اگر این موقعیت ترک نکردیم، از این به صورت مکمل هم دور نشدیم و خواستیم که در این موقعیت معجزه شوه، اصلا امکان هم نداره. خب پس محیط خیلی مهم تر است که محیط موضوع رو به صورت مکمل هم چنج کرده، از محیط مساله به صورت مکمل باید از دور شد. در اینجا من موفق نشدم در این دانشگاه دیگه در خدمت ما است، در این وظیفه من موفق نشدم، وظیفه دیگه در خدمت ما است، ولی متاسفانه این وظیفه را خیلی دوز داشتی و خیلی وابسته بودی. از اینجا هر روزم عبور میکنی تیر بیر همیشه و میگه که من این موضوع رو فراموش نکردم، نه باید میتی موضوع رو به صورت مکمل هم چنج کرد. نکته سیم که نسبت خیلی ها جالب تر است، مناسک مسئله است. مناسک مسئله خیلی اوقات بعض حالات را برای ما انسان ها بار میره. ما مناسک را در کجاها تجربه میکنیم؟ بسیاری اوقات زمانی که یک محفل شب نشینی هست، با عزیزان اینجا نشسته هستیم، اینا میان از شکست ها مورد بس قرار صحبت میکنن که ما چه شکست ها را در کدام زمینه ها داشتیم، عزیز خود را از دست دادیم، شکست عشقی داشتیم، در برنامه کنکور شکست خوردیم، در محیط دانشگاه شکست داشتیم، در محیط کاری تجربه شکست داشتیم. خب مناسک یا شمع جلسه دیگه این موضوع رو به صورت مکمل به یاد ما آورد و یعنی مناسک مثلا ما رو مشکلات هم مواجه کرد. یا ما در اینجا در این مناسک مسئله گیر مادیم، این مناسک مسئله در برنده بس های بود که بس ها به مسائل جنسی هم ارتباط داشت، به تجاوز ها هم ارتباط داشت و این تجاوز های زمانی که در اینجا به صورت مکمل یادآوری شد ما رو هم مشکل ما رو حل کرد. خب پس یک انسان عاقل یا یک انسانی که همیشه در برنامه زندگی به گذشته گیر نمونه، گذشته ها رو فراموش کنه، میگم با خود رویداد، با خود اتفاق هیچ کار نداشته باش، خود رویداد با خود اتفاق رو بگذار که باشه، اما بالای معاونینش خیلی کار کن که با در نظر داشت معاونینش مشکل خود حل شه. پس معاونین از چی است؟ معاونین از مسئله ظاهر مسئله هست، محیط مسئله است و مناسک مسئله است. این نکته رو باید داشته باشیم. نکته دوم، ما چرا در برنامه‌های زندگی برای فرزندان خود یاد نمیتیم که باید در برنامه‌های زندگی خیلی وابسته نباشیم؟ وابستگی بیشتر در برنامه‌های زندگی آسیب‌ها رو بیشتر تجربه میکنن. اونایی که معمولا در قسمت مرگ عزیزان خیلی آسیب پذیر هستن، اینا وابسته هستن و این وابستگی خیلی ما رو مشکل مواجه میسازه. اگر در برنامه‌های زندگی خیلی وابسته نباشیم دچار مشکل نیستیم و به این معنی است که شد که نشد نشد، هر دوش بر ما موفق است. اگر به نتیجه رسیدیم کامیاب هستیم، اگر به ابطال یا به ناکامی مثلا رسیدیم موفق هستیم، به خاطر که فهمیدیم که نمیره که ما ادامه میدیم، این راه موفقیت نیست، این موضوع است. ولی متاسفانه که ما این وابستگی در کانون خانواده هم دور نمیسازیم. نکته سوم، ما بسیاری اوقات برای اطرافیان در کانون خانواده که مسئول هستیم، ما باید زمینه ها رو به گونه مساعد بسازیم که گویا یک مسئله را به یک موضوع خیلی بزرگ دیگه تبدیلش نکنیم. ولی متاسفانه ما یک مسئله خیلی به یک موضوع بسیار بزرگ جلوه میشه در قالب هر مسئله که باشه. ما در کانون خانواده وقتی که بزرگ میسازیم، خوی بزرگ بزرگی را بار میره، ما با مشکلات مواجه میسازه. و نکته دیگه، هرگاهی که با یک پدیده و یک رویداد ما برخورد کردیم، این پدیده و رویداد را با یک من یا با یک چشم فرایند مورد بس قرار دادیم. خود در برنامه زندگی یک اتفاق بود، یک جریان بود، آمد و رفت دیگه. خب این معنا نیست که با از این مسئله همه چیزا به صورت مکمل هم از بین بره، اما در حالی که در جهان دیگه انسان ها همه چیزها رو به صورت مکمل تجربه میکنه، خوبی ها رو تجربه میکنه، بدی ها رو تجربه میکنه، و موضوع به صورت مکمل هم گیر نمیمونه. اینا راهکارهای بسیار ساده و در حد معمولی است که اگر ما در کانون خانواده و در برنامه های زندگی با خود داشته باشیم، بله مشکلات ها بسیار زیاد و خاطرات بسیار بزرگ بزرگ که با مسابقه کوس اینا رو دور ساخته میتونیم. ممنون از شما آقای بایزه عزیز، سپاسگزارم. میگم در کناری که حالا با توجه به راههایی که شما اشاره فرمودید در واقع یک راهکار عملی است برای اینکه با گذشته کنار بیاییم. خیلی از انسان ها از این گذشته تلخ خودم درس عبرت گرفتن و به موفقیت هایی هم دست پیدا کردن. ممنون از شما آقای بایزه، سپاسگزار میکنم و برای خود شما هم آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز ارجمند، تشکر از همراهی همه شما عزیزان. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روی خط زندگی رسیدیم. برای همه شما عزیزان شب خوب و خوشی را آرزو میکنم و تا دیداری بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.